پنامی خداوند بخشاینده و مهربان طالبان و دستور کوج اجباری دهها خانواده هزاره و شیعه در ولسوالی لل و سر جنگل ولایت غور آمریکا توانایی مخالفان طالبان و خصوص توانایی عملیاتیشان را ضعیف ارزیابی کرد و خواجه وزیر دفاع پاکستان شد سلام بر شما وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین توجه را جلب میکنم به مهمترین خبرهای امروز دوازدهم مارچ برابر با هودی سال 1402 هجری شمسی نسیر محیدی هستم تازه ترین خبرهای افغانستان را تقدیمتان تان خواهیم کرد لطفا اگر از طریق فیسبوک بینید هستین به اشتراک بیمونین و اگر در یوتیوب سنترال افغانستان را دنبال نکردین سابسکرایب کنین امروز به دوم برابر است با سال روز شهادت شهید وحدت ملی افغانستان استاد عبدالله مزاری رحمت الله علیه جاد دارد که در نخو سال روز ابرمرد تاریخ و خورشید تابان عدالت را در افغانستان خدمت شما هموطنان گرامی و پیروان آن مرد بزرگ تسلیت ارز کنیم امروز به هود برابر است با سال روز شهادت شهید وحدت ملی افغانستان و در سراسر دنیا پیروان آن مرد بزرگ در طول ماه هود از سالیاد شهید وحدت ملی گرامی داشت و امان آورده است جرانه های سیاسی افغانستانیز با نشر اعلامیه های ترهای شهید وحدت ملی از جمله تشکل حکمت غیر متمرکز را از جمله راحل های اساسی بحران افغانستان انوان کرده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان می گوید که شهید وحدت ملی افغانستان درک عمیقی از وضعیت افغانستان داشت و ترهای او راه بود. این شورا بر تشکل حکمت غیر متمرکز تاکید کرده است. همکارم فروه لالی گزارش میدهد شورای مقامت ملی عبدالعلی مزاری رای حل آشفتگی افغانستان را در برقراری عدالت اجتماعی میدانست شورای مقامت ملی برای نجات افغانستان میگوید عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان رای حل بحران کشور را در برقراری عدالت اجتماعی و وحدت ملی یک پارچگی و پذیرش واقعیت اجتماعی افغانستان در قالب مدل نظام سیاسی فراگیر با ساختار غیر متمرکز میدانست این شورا در اعلامیه‌ای که امروز تیشن 23 یهود به مناسبت 29 مین سال روز شهادت عبدالعلی مزاری منتشر کرده نوشته است که او با مطالعه و نگاهی عمیق به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان و دریافت دقیق از ریشه های بحران تاریخی کشور این رای حل را ارائه کرده بود. در اعلامیه این شورا آمده است که 29 سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری در آل تجلیل به عمل میآید که مردم روزهای ناگوار و سخت را زیر سطح قاسبانه گروه طالبان سپری می کند. این شورا با تاکید بر خواسته های رهبر پیشین حزب وحدت نوشته است با این رویکرد شورای مقامت ملی برای نجات افغانستان بر این باور است که راه عبور از پیچیدگی و بنبست به وجود آمده در صحنه سیاسی اجتماعی افغانستان پذیرش واقعیت های اجتماعی است در پایان این پیام آمده است که شورای مقامت ملی یاد و خاطرات شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری را گرامی داشته و روانش را شاد و راهش را مستدام می خواهد. زندانی شدن زنان در کنج خانه ها افغانستان را باردگر در مسیر دهه هفتاد و وضعیت بحرانی قرار داده است. در آن زمان ما حداقل یکی از جیران های سیاسی در داخل کشور عملا برای دفاع از حقوق زنان صدا بلند میکرد. اکنون ما همه افغانستان را ترک کرده و بیرون از افغانستان دادخواهی میکنند. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب و زندان شدن میلیون‌ها زن در کنج خانه توسط مجاهدین و بعدا طالبان شهید وحدت ملی افغانستان ما بر عدالت اجتماعی و حقوق زنان تاکید می‌کرد. استاد مزاری درس خواندن و کار و های اجتماعی زنان را که حق مسلمشان میدانیست اما از سوی تاکید میکردند که حضور زنان البته حضور معنادارشان در بخش های مختلف از جمله سیاست میتواند افغانستان را از بحران کنونی به سلامت بیرون ببرد استاد مزاری یک از سخنرانی های معروفش بارها شاید دوستان شنیده باشد و میگوید که زنان حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را دارد اما بسیاری از مخالفان شهید مزار در آن زمان و اهمیت حضور زنان در جامعه پی نبرده بودند یا برای منافع شخصی و گروهیشان آن را انکار میکردند اما اکنون که 29 سال شهادت شهید وحدت ملی میگذرد و پس از تجربه دو دهه دموکراسی بار دیگر زنان در افغانستان زندانی شدن شهروندان کشور به این باور است که عدالت اجتماعی و همچنان حکومت غیر متمرکز و ترهای شاید مزاری کلن یکی از موضوعات محوری باید باشه که مخالفان طالبان روی آن تاکید بکنند و برای عمل کردن آن تلاش طالبان در ولسوالی لا سر جنگل ولایت قور زمین های ده ها خانواده هزاره را به پشتونها واگذار کرده و به هزاره و باشندگان محل دستور کوجش بر داده است عربی در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که یک سال قبل شما افراد پشتون تبار به ولسوالی لالا سر جنگل آمده و بسرات گسترده چندین قریه رو اقامت دعوا کرده و گفته است که این ملکی پدریشان میباشد عربی میگن که طالبان دعوا را به نفع پشتون ها فیصله کرده و به باشندگان قریه های چون چبل دنگگ، سبز نوم، اسکیجگ گیرو، پیتاب، لاه کشیده، قلعه، نوی نظر، سبز تنگی، سریلر و شابونیاد دستور داده است که کوچ کرده زمین ها و محصولات زراعتیشان را به پشتون ها واگذار کند. داستان اما سال قبل آغاز شد. پس از اقامه دعوا توسط پشتون ها طالبان در ولسوالی لر و سر جنگل و محکمه ابتدایه دعوا را بدون بررسی سنت ها به نفع پشتون ها فیصله کرد. مردم استنافخایی کرده و به محکمه بالاتر یعنی در مرکز ولایت نیز مراجعه کردند. محکمه طالبان و قاضیان طالبان در مرکز ولایت غور با بررسی سندهای طرفین اما فیصله کردند که مردم به باشندگان محل حق به جانب است و طرف مقابل ناحق دعوا کرده و باید به خانه های خود برگردد اما این موضوع به بالاتر نزد مقام های طالبان کشانده می شود و پشتون هایی که دعوا کرده بودند با استفاده از نفوذشان در درون طالبان حتی قاضیان مرکز ولایت را که در این قضیه فیصله داشتن هم تبدیل کرده و افراد تازه را گمشت است قاضیان جدید اما فیصله کرده است که حق با پشتون ها است و هزارها باید کوچ کنند منابع میگن که سندهای های طرفین مورد بازرسی قرار نگرفته و بررسی نشده است و قاضیان جدید فقط با دستور مقام های محل طالبان چون این فیصله را کرده است طالبان به باشندگان محل گفته است که شما باید کوچ کنید زمین خود را دارایی خود را رها بکنید حتی با آنان گفته شده است که حق برداشت محصولات و علفچرها رو هم ندارن بنا به میگن که زمین های این محلات به دو قسم است یکی زمین هایی هست که مردم حدود 13 تا 14 قبل خریداری کردن ولی یک بخش بزرگ زمین هایی هستند که خود مردم ساخته و یا میراث از پدر و پدر کلان هایشان بارشان مانده است اکنون ما طالبان با باشندگان محل دستور داده که باید همه چیز را ترک کرده و بیروند و حتی با آنها خوشدار های نیز داده شده است که اگر در این زمین صدا بلند کنند و اعتراض کنند بازداشت و ممکن مجازات شوند باشندگان محل ما میپرسن که این افراد کیها هستند؟ این سالها کجا بودن اگر پدر و پدر هایشان اندک زمین های در این محلات داشته و فروخته و ما سند داریم اینا را قبول ندارن خب مشکل خودشان هست برن با قبر پدر و پدر های خود دعوا کند نه اینکه با مایی که زمین ها را خریدیم ما با گفته باشندگان محل بخش بزرگ این زمین ها توسط خود مردم ساخته شده است. نهادهای حقوق بشری بار دیگر از دولت پاکستان خواسته است که از اخراج گسترده مهاجران افغانستان که به کشور پناه بردن خودداری کند و گفته نهادهای حقوق بشری هزاران مهاجر افغانستانی از ترس طالبان و جانشان به این کشور پناه برده است علیف سلطانی همکارم گزارش میدهد پاکستان باید روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان را متوقف کند سازمان عفو بین از دولت پاکستان خواسته است که روند اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغانستان که از ترس طالبان به این کشور پناه آوردن را متوقف کند. به گزارش عفو بین در حال حاضر بیش از 3.7 میلیون افغانستانی در پاکستان زندگی می کنند. از جمله حدود 600 هزار نفر که از ترس انتقامجوی طالبان از آگست 2021 از افغانستان فرار کردند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که حداقل 1.4 میلیون افغانستانی با خطر اخراج اجباری روبرو هستند. در نوامبر سال گذشته دولت پاکستان برنامه اخراج اجباری بیش از یک میلیون افغانستانی بدون مدارک قانونی را آغاز کرد. برخ از افراد با بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی به با افغانستان بازگردانده شدند و برخی دیگر در مواجهه با جدایی از خانواده‌هایشان قرار گرفتند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود چشم انداز مقاومت تهدیدآمیز علیه طالبان را پایین ارزیابی کرده است و گفته که بخش اعظمی از مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و از انتخاب جای طالبان میترسند طبق این گزارش بقایای بجا مانده از نیروهای مسلح نیز فاقد رهبری قوی و حمایت خارجی هستند گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا تحت عنوان ارزیابی سالانه تهدید امروز دوشنبه 22 هود منتشر شده است این جامعه متشکل از سازمان های اطلاعاتی و استخباراتی ایالات متحده ای آمریکا است و در گزارش خود گفته است که رژیم طالبان قدرت خود را در افغانستان تقویت و گروه های مخالف خود را سرکوب کرده است. تا دو سال اخیر دست کم دو جبهه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان علیه طالبان فعالیت مسلحانه داشته است. نیروهای این جبهات متشکل از نظامیان حکومتی پیشین هستند. هرچند که برخی جبهات کوچک دیگر نیز در قسمت های مختلف کشور آغاز به فعالیت کردند ولی چشمانداز آنچنانی نداشته است اکنون اما ارزیابی های امریکان نشان میدهد که مخالفان طالبان نتوانست از چالش جدی برای این گروه خلق کند مدیر کل امور مهاجرین و ادواع خارجی فارس ایران گفته است که اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی از این ولایت به ویژه شهر شیراز با جدیت ادامه دارد بر اساس آمار 358 هزار مهاجر افغانستانی در فارس حضور دارند و حدود 120 هزار نفری آن سال گذشته وارد این ولایت شده است بهرنگ قربانی ضمن تقدیر از تلاش فرمانده انتظامی شیروز در زمینه جمعآوری مهاجران گفته است که این روند تا جمعآوری آخرین مهاجر غیرقانونی افغانستانی و اخراج وزیران ادامه خواهد داشت جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شد که دو جنگجوی طالبان را در شهر کابل کشته است جبه مقاومت با نشر خبرنامه در ایکس نوشته است که نیروهای این جبه حوالی ساعت شش سیشن بشه به سود دوم برای برگست بازرسی طالبان در ساحه 500 فاملی از مربوطات حوزه پانزه های شهر کابل حمله کردن. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این حمله یک جنگ دیگر طالبان زخمی شده است. سازمان اف بین بار دیگر خواستار آزادی منیجر صدیقی فعال حقوق زن و احمد فهیم عزمی و صدیق الله افغان فعالان حق آموزش از زندان طالبان شده است این سازمان شب گذشته دوشنبه 21 هود در اکس نوشته است که این سه نفر به گونه خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده است با وجود که هیچ گونه سند علیه آنان وجود ندارد طالبان اما از رهایی نفرات خود خودداری کرده است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران گفته است که طالبان همان گروه دهه 90 هستند و در این مدت فقط کمی راهکارهای جدید را بهتر یاد گرفته است ظریف روز دوشنبه 23 در گفتگوی با روزنامه فراز گفته است که ایران نیز به مذاکرات آمریکا و افغانستان با طالبان در دو حد دعوت شده بود. به افزوده است که ایران نیز به مذاکرات آمریکا و افغانستان در دو حد دعوت شد. نظر من در وزارت خارجه این بود که جمهوری اسلامی ایران باید در این مذاکرات شرکت بکند. اما دیگران چنین نظری نداشتند. و تصریح کرده است که من از سال 98 پیش بینی کرده بودم که طالبان به قدرت باز خواهد گشت و ما نباید در مذاکرات غایب باشیم. در وزارت خارجه دیدگاه ما در مورد طالبان شکست خورد و دیدگاه دوستان ما غلبه پیدا کرد به همین دلیل بیرون مذاکرات قرار گرفتیم وزیر امور خارجه پیشین ایران اضافه کرده است که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در دهه 90 میلادی لابیگر طالبان بود و واشنگتن در حال بازگشت به این کشور است و خبر اخیرا که خاجه آسف از منتقدان طالبان وزیر دفاع پاکستان شد. خاج آسف که در اول از برگشت طالبان و قدرت به وجد آمده بود آنان را فرشتگان آزادی لقب داده بود اما به دلیل افزایش حملات تروریستی در پاکستان نظرشان تغییر کرده و اکنون طالبان را همدست تروریستان می داند. اما اینکه برگشت او دوباره به وزارت دفاع و حکومت جدید پاکستان چه سیاست در انتخاب خواهد کرد هنوز مشخص نیست و بعدا معلوم خواهد شد. حریف سلطانی در مورد انتخاب حاج اسف گزارش دارد. منتقد طالبان بار دیگر به عنوان وزیر دفاع پاکستان منصوب شد. به تازگی خواجه محمد اسف که پیش از این در دوره قبلی نخست وزیری تحت رهبری شهباز شریف مواضع تند علیه طالبان افغانستان داشت بار دیگر به عنوان وزیر دفاع پاکستان انتخاب شد اسف که ابتدا از روی کار آمدن طالبان را استقبال می کرد اما با افزایش نامنی در پاکستان به منتقد طالبان تبدیل شد حاجه محمد آصف عضو حزب مسلم لیگ برای دومین بار به با عنوان وزیر دفاع پاکستان منصوب شده است وی پیش از این به عنوان وزیر امور خارجه وزیر معادن و پترولیم و وزیر کار پاکستان فعالیت داشته است افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت این کشور خواجه محمد آصیف بارها از طالبان افغانستان انتخاب کرده و از آنها خواسته است که علیه این گروه مبارزه کنند و همچنین به طالبان پاکستانی انتخاب کرده و آنها را به دلیل استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان متهم کرده است. از جانب دیگر طالبان همچنان حضور گروه های مبارز در خاک افغانستان را تکذیب می کند. این تغییرات در کابینه پاکستان در موازنه تنش ها و روابط با کشورهای همسایه و منطقه نیز نقش مهم می دارد. از توجه همراهتان با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود.